خب یک چیزی حدود 50 یا شاید بیشتر روزنامه نگار در ایران همطور که خبر دارید بازداشت شدن یا احضار شدن، عده‌شون همچنان در زندان هستند. شما سالها در سطح مدیریت انجمن قلم آمریکا گزارشگران بدون مرز رو مدیریت می‌کردید. در شرایط فعلی چه کار میشه کرد که وضعیت اینها مورد توجه قرار بگیره؟ به نظر میاد که کمتر کسی در مورد وضعیت روزنامه‌نگارا در ایران الان صحبتی می‌کنه. It's a very important question. خیلی پرسش مهمیه و روزنامه‌نگاران در خط مقدم و اهداف اول بودن. همیشه هم همینطوره، برای اینکه اونها هستن که اطلاعات رو به مردم میرسونن و در اینجا ما میدونیم که روزنامه‌نگاران بودن که هدف قرار گرفتن، اونهایی که مرگ مهسا امینی رو گزارش کردن دستگیر شدن و به سلول انفرادی افتادن. من فکر میکنم، اما بدونید این بخشی از یک سرکوب بزرگترن و من فکر میکنم سازمان‌هایی مثل گزارشگران بدون مرز، مثل قلم آمریکا، اینها باید دولت‌ها رو تحت فشار قرار بدن تا اونها بیان و دولت حکومت ایران رو تحت فشار قرار بدن تا این افراد رو آزاد کنن. من فکر نمی‌کنم فشار کافی برای آزاد کردن این افراد وجود داشته تا حالا، برای اینکه همونطوری گفتم من حتی اسم این آدم‌ها رو نمی‌بینم که در موردشون صحبت بشه. ما باید در سطح بسیار بسیار بالا، بالای دولتی، منظورم وزیر امور خارجه، سطح وزیر امور خارجه و حتی ریاست جمهورها بیان و نام این افراد رو بیارن، در مورد این افراد و این مسائل صحبت کنن. این اهمیت داره، اهمیت داره که وقتی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران صحبت میکنه مهمه، اما هنوز حرف نزده. اینقدر بذارین شفاف بشین، بنز کافی حرف نزده. نخست وزیر صدر اعظم آلمان در مورد این صحبت کرد، خیلی جایگاه بسیار مشخص به صورت دموکراسی گرفت، ولی ایالات متحده الان در زمینه است، پشته، باید بیاد توی صحنه، باید در مورد حقوق روزنامه‌نگارا حرف بزنه، دفاع بکنه از روزنامه‌نگارانی که در خارج کشور هستن. این نوع فشار اثر بخشه.